نباشید، روز شما بخیر. خیلی ممنون، خیلی جالب بود چون من با همکارتون هرمز رها صحبت میکردم و خوشحال بودم که شما یا ایشون تماس بگیرین که متاسفانه ارتباطمون با ایشون قطع شد. خوشحالم که تماس گرفتین چون که بخش عمده این برنامه قرار به سامان نسیم اختصاص داده بشه. خیلی نگران کننده است، چرا که گفتن پنجشنبه یعنی فقط 4 روز دیگه قراره این جوان 20 ساله رو اعدام بکنن و از طرفی شما کمیته بین المللی علیه اعدام فراخوان دادین که از روز شنبه تا 4 شنبه اعتراض بشه به این موضوع. اولا در رابطه با اگر آخرین خبری از وضعیت سامان دارین ممنون میشم که اینجا بگین. آخرین خبر همین هست که به خانوادش گفتن که برای ملاقات آخر برن و در حقیقت میشه گفت که وضعیت خیلی خطرناک و نگران کننده هست و آخرین خبر اینه که جمهوری اسلامی اصرار داره بر اجرای حکم اعدام و اونطوری که خانوادش تماس گرفتن و دارن به اصطلاح مطرح میکنن ظاهرا هیچ راه دیگه باقی نمونده، با وجود اینکه قبلا مثلا حدود 2-3 ماه قبل وقتی خانوادش میخواستن با نهادهای بین المللی، سازمانهای مدافع حقوق بشر تماس بگیرن تهدید کرده بودن و به طور مشخص برادرش رو تهدید کرده بودن که ممکنه دستگیر بشه و به هر حال جلوی اینکه خبر خیلی پخش بشه و گرفتن. ولی الان که بحث بر مورد این هست که آخرین ملاقات رو میدن، در حقیقت هیچ راهی برای خانواده نمونده که به سازمانهای مختلف در سطح بین المللی متوسل بشن، با عفو بین الملل تماس گرفتن و درخواست کردن که حتما اعتراض بشه و از نظر ما هم در طول 4-5 روزی که باقی مونده هیچ کار دیگه نمیشه کرد به جز اینکه اعتراض اتفاق بیفته. و به ویژه من فکر میکنم خیلی خوبه که امروز شما در این مورد صحبت میکنین چون تلویزیون شما رو خب خیلی ها میبینن و به خصوص در ایران و در رضایی ما از مردم دعوت میکنیم که حتما در مقابل زندان ارومیه اگه امکانش باشه تجمع کنن یا این خبر رو به گوش همه نهادهایی که تو اون شهر هستن برسونن، منظورم سازمانهای به اصطلاح مدافع حقوق انسان یا نمیدونم مدافع حقوق کودکان که معمولا تو همه شهرها فعالینی هستند در این زمینه، بلکه بتونن با هم تماس بگیرن و بلکه بتونن در مقابل زندان تجمعاتی را سازمان بدن. بله، فکر میکنم همکارتون هرمز رها گفتن که فردا قراره در استکهلم ساعت 5 در میدان مرکزیش تظاهراتی باشه. ما امیدواریم بینندگان عزیزمون مخصوصا در ایران بتونن تجمعاتی رو برگزار بکنم. شما در این زمینه تجربه خیلی زیادی دارین و میدونین که تنها راهش همونطور که گفتین 4 روز چیزی نیستش. در رابطه با سهیل عربی خوشبختانه امکان اطلاع رسانی خیلی بیشتر بود، بیشتر از 200,000 نفر تومارش رو امضا کردن، اما متاسفانه در مورد سامان فقط 4 روز مونده. من حالا حتما بعد از صحبت‌های شما در مورد اینکه نامش و اینکه در اثر شکنجه ازش اعتراف گرفتن صحبت خواهم کرد، ولی در این حال نامه می‌خواستم یه سوالی از شما بکنم چون فکر می‌کنم خود شما هم در این رابطه اطلاعی نوشته بودین. نامه زندانیان رجای شهر برام جالبه که اشاره کرده بودم به اینکه همین اعتراض کردن و همین که کارزار داشتن اعتراض کردن تنها چیزی هستش که باعث میشه جون یک زندانی سیاسی آزاد بشه، چون ما در موارد زیادی این تنها راهش بوده. به یه معنی بفرمایید. کاملا اینطور هست. مثلا مسئله که وجود داره اینه که کمپین نجات ریحانه خب یک کمپین خیلی بزرگ بین المللی بود و خیلی توجه به خودش جلب کرد، تمام رسانه های دنیا به زبان های مختلف راجع بهش نوشتن. ما در مورد کمپین های نجات افراد محکوم به اعدام در ایران شانس زیادی نداریم که تو رسانه های بین المللی منعکس بشن، گویی که این عادیه که یه حکومت اسلامیه و هر روز 3 نفر رو اعدام میکنه و به نوعی در حاشیه بهش اشاره میشه. ولی کمپین نجات ریحانه باعث شد که هم نامه هایی که ریحانه خودش می نوشت، هم نوع کاری که به هر حال در سطح دنیا اتفاق افتاد، مثلا روزنامه ها یا مجله بسیار مهم مثل اشپیگل در آلمان یا میدونم وال استریت ژورنال بقیه خیلی خیلی به زبان های مختلف راجع بهش نوشتن، نه یک بار بلکه بعضا تبدیل شد به خبر مهم در سطح بین المللی. جمهوری اسلامی به هر حال بعد از تمام این وقایع ریحانه رو متاسفانه اعدام کرد، ولی در این حال سعی کرد یک کمپین را بندازه و بگه که کمپین کردن، اعتراض کردن در سطح بین المللی، تظاهرات سازمان دادن و اصلا نفس اعتراض به اعدام
بده و به ضرر محکوم به اعدام تمام میشه. اینو هم حکومت اسلامی کرد، هم اطرافیانش و اونایی که مستقیم یا غیر مستقیم از حکومت دفاع میکرد. این مهمه به نظر من که الان از داخل زندان خود زندانی، خود محکوم به اعدام داره میگه که باید اعتراض کرد، باید کمپین گذاشت و داره از حرمت کمپین ها دفاع میکنه. من خیلی خوشحال شدم وقتی این بیانیه رو امروز در به اصطلاح سطح رسانه ها و در سطح مدیای اجتماعی دیدم و من فکر میکنم این بهترین پاسخ به کسانی بود که در جریان کمپین ریحانه سعی کردن اصلا میدونید فضای ناامیدی ایجاد کنن، کسانی که میرن تو خیابون تظاهرات میکنن یا از وقت خودشون میذارن در سرما و گرما میرن اعتراض میکنن، این فضا به منتقل بشه که فایده نداره، حتی بدتر میکنه وضع محکوم به اعدام. ما الان هم میبینیم وقتی اعتراض نمیشه جمهوری اسلامی در خلوت میکشه، صدها و صدها نفر رو در گمنامی مطلق میکشه. وقتی اعتراض میکنیم شانس اینو داریم که نجات بدیم و در این حال اعدام ها رو برای جمهوری اسلامی سخت میکنیم و در تنها راه نجات محکومین به اعدام اعتراض کردن هست. و به این معنا الان به هر حال شما اشاره کردید، متاسفانه ما فقط 4 روز وقت داریم، تنها راه نجات سامان نصیب سر و صدا کردن، اعتراض کردن. الان خوبه تمام رسانه ها تقریبا میتونن بگن فارسی زبان ها راجبش حرف زدن، نهادهای مختلف اعتراض کردن، الان دیگه نوبت ماست که بریم تو خیابون. فردا در استکهلم ما برها فراخوان داریم، امیدوارم در شهرهای دیگه اروپا تظاهرات های برگزار بشه و در داخل ایران هم اگر همطور که شما اشاره کردید امکانش باشه، امیدوارم دوستانی که این برنامه را میشنوند هر جا که میتونن با نوشتن تومار اعتراضی، با تجمع، با تماس گرفتن با خانواده سامان نسیم کاری بکنن که جمهوری اسلامی ببینه که این موضوع به اعتراض دامن میزنه در سطح ایران و در سطح بین المللی. این تنها راه نجات سامان هست. بله. من خواهش میکنم. من یه سوال ازتون میپرسم، میدونم دوستان پشت خط هستن چند نفر، ولی فکر میکنم به نظر خودم این سوال مهمه چون بینندگانمون بارها اومدن این صحبت ها این سوال ها رو کردن، ولی شما به عنوان فعال و کارشناس توی این عرصه علیه اعدام تجربه این رو دارین. ببینین در رابطه با طبعا سامان نسیم، من مطمئنم شدنی در ایران بارها مردم اعتراض کردن و امیدوارم واقعا به دوستان و آشنانشون زنگ بزنن. این جوون 20 ساله رو که 4 روز فقط مونده، واقعا آدم دلش میسوزه، حتی گفتنش قلب آدمو به درد میاره. ولی سوالی که میخواستم بکنم، ببینین برای شما اشاره کردین کسانی که محکوم به اعدام هستن، زندانیان سیاسی بالاخص، خیلی وقتا نابهنگام این کار رو میکنن. بارها بینندگانمون اومدن سوال کردن، گفتن چرا وقتی یکی اعدام میشه یا خبر اعدامش به تعقیب میفته دیگه این زندانی فراموش میشه، چون خود این زندانی هنوز در خطر اعدام هستش. سوالم اینه که چیکار باید کرد؟ ببینین سامان تنها نیستش، تعداد دیگه هستن که زیر خطر اعدام هستن. فردا پس فردا ممکنه جمهوری اسلامی دوباره برای اینکه جو رعب و وحشت به وجود بیاره یکی دیگر رو بگه اعدام میکنین. فکر میکنین به طور مختصر، میدونم سوال خیلی بزرگیه در یک زمان کوتاه ازتون بخوام جواب بدین توقع زیادیه، ولی چیکار باید کرد برای کسانی که حکم اعدام دارن، جمهوری اسلامی عقب جلو میره، یه ذره به تاخیر میندازه، ولی هنوز در خطرن؟ بفرمایید. طبعا خب نه فقط اونایی که محکوم به فعال سیاسی محکوم به اعدام، بلکه ما صدها نفر محکومین به اعدام داریم که به خاطر مسئله مواد مخدر دست به شدن. متاسفانه راجبون خیلی کم حرف زده میشه، ما خودمون خیلی کم کمپین گذاشتیم، خیلی کم چهره وجود داره از اینکه کسی که به اعدام مواد مخدر دست به شده چه جوری دست به شده، چطوری براش پرونده درست کردن، چطوری شکنجه کردن و وضعیت اونا چطور هست. ولی سوال اینه که جمهوری اسلامی همیشه اعدام میکنه، تعداد خیلی زیادی رو اعدام میکنه، چه باید کرد در مقابل اونا؟ به نظر منم این سوال موجهه، چون ما کمپین هایی میذاریم روی افراد مشخص و سعی میکنیم نشون بدیم که این جمعیت اینجوری هست، زن ها اینطوری محکوم به اعدام میشن، مثلا کسانی که به اتهام قتل دستگیر میشن اینطوری محکوم به اعدام میشن. و یه جورایی الان جامعه تصویر داره از اینکه کبرا رحمانپور کی بود، شهلا جاهد کی بود، دلارا دارابی چطوری مثلا محکوم به اعدام شد و یا فرزاد کمانگر چی بود. یعنی در این مواردی که کار شده به صورت سمبولیک جامعه در جریان قرار گرفته، اعتراض اتفاق افتاده. ولی به نظر من سوال همینه که چطوری میشه از این سمبولیک بودنها فراتر رفت و در مورد تمام اعدام ها اعتراض کرد و کل پدیده اعدام رو برای جمهوری اسلامی سخت کرد. به نظر من این سوال همطوری که گفتم موجهه و ما باید، پاسخی که من دارم اینه که
باید سازمان ها، احزاب، شخصیت ها، جریانات همه متحدانه اعتراض کنن. به نظر من نباید امر مبارزه با اعدام فقط مثلا چند تا سازمان و چند تا نهاد باشه که اونم تازه به نظر من خیلی کم فعال برخورد میشه به این مسئله. من شخصا فکر میکنم که مسئله اعدام رو باید تمام احزاب و سازمان ها جدی بگیرن، باید بشه مثلا کنگره ای رو درست کرد یا جلسه ای رو سازمان داد، همه با هم متعهد بشن به همه اعدام ها اعتراض کنن، همیشه تو خیابون اعتراض وجود داشته باشه و پدیده اعدام رو همونطور که گفتم برای جمهوری اسلامی سخت بکنیم. من شخصا طرفدار این هستم که همه بفهمن اعدام جایگاهش یعنی که جمهوری اسلامی میخواد بمونه و بترسونه مردم رو. بنابراین کسی که خودش رو مخالف جمهوری اسلامی، اپوزیسیون جمهوری اسلامی میدونه و برای سرنگونی این حکومت مبارزه میکنه، در صف اول مبارزه علیه اعدام ها باید باشه و ما باید بتونیم یه جبهه، یه کوالیسیون، یه تجمعی ایجاد کنیم که قوی تر، همگانی تر، عمومی تر، روزمره تر و هر روز اعتراض کنیم. شخصا فکر میکنم یه همچین چیزی امکان پذیر هست و باید تو این جهت جلو رفت. خیلی ممنون از حضورتون و امیدواریم بتونیم با اعتراضمون حکم اعدام